سلام ایرج جان، حالت خوبه؟ ببین ایرج جان، رضا شاه نماینده فئودالیسم نبود. رضا شاه در واقع فارغ از که کی آوردش سر کار کی نیاوردش سر کار، اومده بود که یک حکومت مرکزی را بندازه و پیامدش میشد سرمایه داری. حالا یکی خصوصیات سرمایه داری چی بود بماند جای خودش. واقعیت اینه که شاه که با قدرت رسید، شاه بچه فودال نبود، دوربرش کیا بودن؟ قاجار، جانبانیا، مصدق. شاه همیشه روبروی اینا کم می آورد. بنابراین خودش بعد از سال 42 جریانات بعد از سال 32 که حکومت تقریبا تو سالهای 40-42 تثبیت شد، در صدد بود به یه طریقی پایگاه اینا رو بزنه. از اون مرم پیامدهای جنبش های به اصطلاح آمریکای لاتین و جنبش چپ دنیا رفرم تو دستور کار آمریکایی ها گذاشته بود، ولی تو ایران هم چه آمریکایی ها می بودن چه نمی بودن، به نظر من رژیم سلطنتی به این جمع‌بندی رسیده بود که پایگاه فئودالیسم رو بزنه که پایگاه خودش قوی تر بشه. میان اصلاحات ارضی بکنن. وقتی میان اصلاحات ارضی بکنن میبینن ای بابا، نصف بیشتر زمین مال خود دربار دعیوسه. شاه که زمین ها رو مفتی نمیداده، باباش مفتی گرفته بود ولی خودش که مفتی بده نبوده. میان یه پکیج کاملی طراحی میشه به نام فروش کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. یعنی او کارخونه ها رو بفروشن، پولش رو بدن به صاحب زمین ها که یکیش خود اعلیحضرت، که یکیش خود اعلیحضرت. بعد میگن خب حالا ما یه کارخونه ها رو به کی بفروشیم، چجوری بفروشیم، مثلا کی بخره. میان مطالعه میکنم، میگن از دوره مصدق یه بار بحث شده که تو ایران بورس بیاد. میفهمن که برای فروش کارخونه باید چیز مثل بورس را بندازن، بنابراین بورس در سال 45 را میفته. وقتی میان بورس را بندازن میبینن ای دل غافل، تو قانون تجارت ایران شرکت سهامی وجود نداره. قانون تجارت ایران 1111 تصویب شده بوده، همه شرکت خانوادگی بوده، لیمیتد لایبیلیتی، پارتنرشیپ. میان به سرعت 300 ماده قانون تجارت رو تصویب میکنن، اینقدر هم سرعت داشتن که تو مجلس تصویب نمیشه. یک کمیسیون از هر مجلس، یکی سنا یکی شورای ملی تشکیل میشه، قانون تجارت ایران به تصویب دو تا کمیسیون نمیرسه. تاش هم نوشته که 2 سال آزمایشی، بعد 2 سال نهایی میشه. با اجازت الان که ما داریم هم صحبت کنیم، سال 1400 هنوز 2 ساله تموم نشده. پس قانون تجارت هم اصلاح میکنن. میبینن خب این کارخونجات میان تو بورس وکالتی میفروشن به کی؟ میبینن هیچ خری پیدا نمیشه بخره، کارخوندار وجود نداشته تو کشور. بخشیشو میفروشن به خود کارگرا، سهامو میدن به کارگرا، میگن از محل سودای آتی کم بشه. این همینی بود که بعد انقلاب زد بیرون کارگرا، خیلی هاشون وضعشون بد نشد. یعنی میدونی که یه اصلی دوره شاه بود که 33% کارخونجات رو باید کارفرما به کارگرا واگذار میکردن. خب کارگرا که پول نداشتن، که یه سازمانی درست شد به اسم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به وکالت از کارگرا، این سهام رو میخرید از سود صنوات آتی میداد. بعد گفتن خب این همه کارخونه را بیفته، ما نیروکارش از کجا گیر بیاریم؟ مطالعه کردیم، به 50% نیروکار مملکت زنه تو خونه. اومدن اصل آزادسازی زنان رو انداختن، یعنی اونجا که بحث آزادی زنان میشه تو رابطه با سرمایه‌داری هستن. یعنی 50% نیروی کاری که تو جامعه بوده فریز میشه میاد تو کارخونه. اگه نگاه کنیم موقع کارخونه های قرقر زیبا و نساجی همه زنا بودن، که حالا پیامد این چون مسائل فرهنگیش مطرح نشده و شد به فحشا و کسافتکاری. به هر حال پس اینجا اصل آزادسازی زنان هم تو این رابطه مطرح شد، اصل واگذاری کارخانجات دولتی هم برای فروش زمین بوده. به این وسیله شاه تونست پایگاه طبقاتی فئودالیسم رو بزنه، خودش مطرح بشه، یعنی دربار دارای سابقه بشه، برای خودش در واقع پیشینه درست کرد. یادش بخیر این مرحوم دکتر عظیمی که من خلاصه کتابش برات فرستادم، دکتر حسین عظیمی بعد انقلاب برجسته‌ترین اقتصاددان کشور بود که متأسفانه فوت کرد. یزدی بود، آدم بسیار باشعوری بود. ما یه سخنرانی با هم داشتیم اون موقع، اون مشاور سازمان برنامه بود، میگه حسین من
نمیشه من دولتی هم برم بالای حرفا رو بزنم. حالا پاورپوینتش برات میفرستم. اون معتقد بود اصلا رژیمایی که تو ایران اومدن رژیمای غارتگرن. میگفت خصوصیات رژیم غارتگر اینه که نمیذاره هم باش سرمایه صورت بگیره. به همین دلیله که سرمایه‌داری تو ایران ناقص الخلقه است، چون انباشت سرمایه پروسه عادیش رو طی نمی‌کنه. اونو که به من گفت، من این قسمت‌ها رو توی سخنرانی خیلی خوب توضیح دادم، چون ما چون حساب داریم مسائل اقتصادی رو راحت می‌فهمیم که آقا اساساً انقلاب و شاه و ملت تو این چارچوب صورت گرفت که ساختار جامعه عوض بشه، پایگاه سلطنت محکم بشه. چون شاه وقتی می‌نشست دوره برش با این جانبانی ها و فرمان کم می‌آورد. اونا میگفتن ما بچه مثلا نصرت الدوله فیروزی هم، میگفتن بچه رضا شاه چوپونم. درسته بابا شاه بود، ولی باباش نسبت اونا صد پله عقب بود. وسوق و دوله و نمیدونم نصرت الله فیروزی نا اینا میدونی که همه آدم های گردن کلوف بودن، زبان بلد بودن. نصرت الله فیروز اصلا معروف بود، ممکنه پانا روسی بوده باشه. همین کیانوری خب دختر فرمان فرمایان گرفت دیگه، مریم این زن یه تیمساری بوده، تیمسار اسفندیاری، عاشق آقا کیا میشه. حالا باید یه روز فرصت کنم این نواره رو از اول دوباره بذارم بفرستم توی گروه ها. به نظر من این آقایونی که اومده بودن بچه های باسوادی بودن. دلیلش هم این بود که اینا همشون اقتصاد خونده بودن. مارکسیسم هم نگاه کن، بدون اقتصاد اصلا نمیتونی بفهمی، چون همه دعوای مارکسیسم اقتصاده. اشکال رهبرای ایران بری نگاه کنی، از بیژن بگیر تا حمید اشرف تا بقیه، اینا هیچ کدام فوق تاثیر رشته اقتصاد نیستن، حد اکثر حقوق خونده بودن. ممکنه بگی خب بقیه رهبر کشور، بقیه هم میتونن، بقیه حال چیکار کنن؟ مثلا السالوادور، نیکاراگوا، اینا یه چوپونه ریدن به سوسیالیسم رفت. این فلسفه مارکسیسم موتوری که روش میشینی اقتصاده. باید بحث اقتصادی رو بفهمی، اگه نفهمی میشی کامبوج، میشی ویتنام، میشی چین. یعنی نمیدونن که شما برای که سفره مردم بزرگ کنیم باید مسائل اقتصادی رو حل کنیم. با مسائل سیاسی که نمیشه به جنگ اقتصاد رفت. اون موقع میگفتن قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاد. خب بعد از جنگ دوم جهانی شعار عوض شد، میگن قدرت سیاسی از لوله کارخونه. یعنی شما باید با کارخونه و تولید میری به جنگ مسائل. حالا شاه درکش مکانیکی بود از این قضیه، فکر میکرد هرچی کارخونه بیشتر، اینه اکبر رفسنجانی، هرچی کارخونه بیشتر بسازه سر جدش میشه توسعه. توسعه عدد نیست، رشد ولی عدده، میشه 1%، 2%. توسعه یه پدیده چند وجهیه، یعنی باید در زندگی روزمره، در آموزش، در پرورش، در طرز فکر، در زیربنای جامعه، در حتی ساخت و ساز ساختمونا اثر بذاره. کما اینکه شما مثلا میری یه جایی میبینی که اجازه برج نمیدن، فقط یه قسمت میدن. ولی تو تهران چی؟ هر جا رسید ساختن. یا زیر ساختای توسعه که باعث شد چاه بخوره زمین. ببین شما اومده بود به سرعت به قول خودشون رشد 14%، پول نفت گیرش اومده بود، فکر میکرد مشکلات مملکت با پول حل میکنه. تو بحران 54-55 اومد کلی جنس خرید، ریخت تو بندر. اون موقع بندر ماشر تنها بندر وارداتی ما بود، اصلا بندر جای پلو انداختن کشتی بزرگ نداشت. زمینی که بندر اصلا امکانات تخلیه نداشت، کشتی میومد با اجازت، ما پول خسارتی کشتی رو که میدادیم از جنسی که ورود بیشتر میشد، به طوری که بعضی موقع کشتی ها جنس تو دریا میریختن. بعد جنس خالی کردن، دیدن ای بابا ما ماشین نداریم که جنس ها رو برسونیم سراسر ایران. رفتن 1000 تا از این ماشین اینترناش سفید خریدن آوردن، دیدن راننده ندارن که اینا رو برونن، راننده فیلیپینی آوردن. راننده فیلیپینی جاده ما رو نمیشناخت، تو جاده چپش میکرد، یه مکافاتی بود اون موقع. اینا رو هیچ وقت متاسفانه جریان چپ بررسی نکرده، چون جریان چپ حتی حزب توده هم تو شناخت مسائل اقتصادی بسیار ضعیف بود. به همین دلیل بود من وقتی اومدم بیرون نیروم گذاشتم روی که اقتصاد یاد بگیرم. اصلا این چیه لامصب که هرچی میگی به اقتصاد برمیگرده؟ هی میگی توزیع ثروت، نمیدونم برطرف کردن تضاد طبقاتی، همه اینا برمیگرده که شما برنامه اقتصادی داشته باشی. الان هم همین جوره. شما نگاه کن همین بحثی که این میکنه، همین به همین سه شماره که این نوشته
در تمام فدایان، پیکار، میکار، با خاطرات تو را مقایسه کن. خیلی نکته خیلی خوبی میگه. آدم مسلط تری در حالی که کمتر از تراب تو جریان ایران بوده. حالا انشالله که دفعه بعد گوه نزنیم.